سرخط خبرها. احتمال بازگشایی اماکن مذهبی ایران در نیمه اردیبهشت. به درخواست حوزه علمیه قم، دولت دو هفته زودتر از موعد قبلی تصمیم میگیرد. اعتراض به استفاده افراد پرنفوذ از تست های کرونا در افغانستان. منتقدان میگویند اولویت باید با کسانی باشد که نشانه های بیماری دارند. همزمان با کاهش محدودیت ها در بعضی از کشورها، ترامپ و فرمانداران ایالت ها بر سر زمان از سرگیری فعالیت ها اختلاف دارند. و احتمال فروش باشگاه نیوکاسل یونایتد به یک شرکت عربستانی. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. در ایران دولت میگوید که آمار روزانه مبتلایان و قربانیان کرونا باز هم کمتر شده، اما رئیس شورای شهر تهران با استناد به تحقیقات مراجع تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده که آمار واقعی بسیار بیشتر است. محسن هاشمی گفته نباید در لغو محدودیت‌هایی که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا وضع شده عجله کرد. این در حالی است که دولت اعلام کرده به درخواست حوزه علمیه قم دو هفته زودتر از موعد قبلی درباره بازگشایی اماکن مذهبی تصمیم میگیرد. علی همدانی گزارش میدهد. هم بستری ها کمتر شدن. تکرار حرف های چند روز گذشته که همه چیز خوب است و تکرار این توصیه در اوج بحران کرونا به مردم که خودشان به یکدیگر کمک کنند. همه مردم به یاری افراد نیازمند بشتابند. به هر حال میشه از طریق مالی، از طریق کالاها و اجناسی که مورد نیاز مردم هست به اونها هدیه داده بشه. و بعدی احتمال بازگشایی اماکن مذهبی از جنجال برانگیزترین نقاط در دوره شیوع بحران کرونا تا نیمه اردیبهشت. آقای روحانی به طور ضمنی گفت که تصمیم بازبینی امکان بازگشایی اماکن مذهبی در نیمه اردیبهشت زیر فشار حوزه علمیه قم گرفته شده. البته جلسه اول پیشنهاد پایان اردیبهشت بود، منتها خب جناب آقای عرافی که از حوزه علمیه قم در اینجا حضور دارن، ایشون نظرشون این بود، اعضا هم همه قبول کردن که پایان اردیبهشت رو ما بذاریم نیمه اردیبهشت. آقای روحانی همینطور گفت که تصمیم به بازگشایی شغل‌های به گفته او با ریسک متوسط بر اساس آزمون و خطا است. مشاغل به طور پلکانی باز می‌شوند تا عواقبش در این مورد، یعنی شیوع بیماری، توسط وزارت بهداشت سنجیده شود. در واقع مردم عزیز ما بدونن این حالت پلکانی، هر قدمی که ما برمی‌داریم بعد خب بهداشت درمان همه اینا رو میسنجه، بررسی میکنه، وزارت کشور با استاندارهاش مداوم بررسی میکنه. اگر ببینیم یه جایی مشکلی داره ایجاد میکنه، خب حتما ما ناچاریم قدم رو پس بگذاریم. امروز با 1343 آمار روزانه دولت، شمار مبتلایان و قربانیان همچنان روند کاهشی دارد. به گفته وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 1343 مبتلای جدید شناسایی شده و تنها 87 نفر جانشان را از دست دادند. خیلی متشکرم. یه سوالی باشه در خدمت شما. تردید روزافزون نسبت به این آمار حتی در میان مقام‌های حکومتی، از جمله محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران که گفته تصور عادی شدن شرایط بر اساس آمار رسمی ممکن است بستر اتخاذ تصمیماتی در مورد رفع محدودیت‌ها شود، در حالی که به گفته آقای هاشمی برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نظرات متخصصان و سایر بررسی‌ها نشان می‌دهد آمار ابتلا و قربانیان کرونا در کشور بسیار بیشتر از عدد اعلام شده رسمی است. محسن هاشمی دلیل بالا بودن آمار ابتلا و مرگ در ایران را از جمله تأخیر در اعلام عمومی ورود کرونا به ایران و ثبت دلیل مرگ قربانیان با نام‌های دیگر از جمله اختلال تنفسی عنوان کرده. بهار تهران بدون دانش آموزها در مدارس. آیه دکتر نکنه سالی که نکوز از بهارش پیداست همین اول معلم. وزیر آموزش و پرورش شب گذشته در این برنامه تلویزیونی از موفقیت آموزش از راه دور از طریق اینترنت سخن گفت و شبکه آموزشی به نام شاد
در حالی که امکان ارزیابی ضریب نفوذ این شیوه آموزشی از جمله به دلیل اختلال گسترده اینترنت در ایران وجود ندارد، اظهارات روز گذشته سخنگوی کمیسیون مجلس پرده از پاره‌ای از این مشکلات برمی‌دارد. برخی از معلمان شاید در همین گوشی که باید داشته باشند مشکل دارند. دانش آموزان خیلی هاشون ندارند. اونایی که دارند والدین و دانش آموزان باز باید پیشرفته باشه، باز همین مشکل وجود دارد. مشکل اینترنت خیلی جاها فوق العاده زیاد است. قله بلند مشکلات بحران کرونا، شیوه مقابله و مدیریت این بحران در ایران مورد انتقاد بسیاری است. مقامات از جمله رئیس جمهوری اسلامی ایران میگویند آنچه میکنند بر اساس فرهنگ مردم است. رفتار عمومی ملت عزیز ماست. نشان به نشان دغدغه و فتوای امروز آیت الله خامنه ای. او گفته آنهایی که نگرانند روزه ماه رمضان در دوره کرونا برایشان مضر است، روزه نگیرند. علی همدانی، بی بی سی. کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل از نیویورک با ماست. آقای علایی، به نظر میرسه یک توافقی وجود داره بین مسئولان که آمار واقعی خیلی بیشتر از آمار رسمی که اعلام میشه، اما همزمان یک بیتوجهی به هشدارهایی که مثلا چند بار رئیس شورای شهر داده، بقیه مقام ها دادن، بعضی از نمایندگان مجلس دادن. چه توجیهی داره که الان با این وضعیت بعضی از کسب و کارها باز بشن، حتی از فردا کسب و کارهایی که با ریسک متوسط خونده شدن هم کارشون رو شروع کنن؟ من خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. ما حتی به خود آمارایی که دولت اعلام می کنه نگاه کنیم، وقتی که 5000 مورد مرگ وجود داشته باشه، با توجه به اینکه میزان مرگ و میره کرونا ویروس 2-3% هست، اگه 2% نظر بگیریم، یعنی شما بیش از 160,000، حتی بالای 200,000 مورد آلودگی رو دارید. یعنی شما نگاه کنید 5000 تقسیم بر 2500، 250,000 آلوده بر اساس آمار خود وزارت بهداشت. و اگر ما آمار غیر رسمی رو در نظر بگیریم، 2 برابر، یعنی بالای 500,000 تا مبتلا هست. وقتی که 200-250,000 نفر هست و فقط 80,000 تا رو تشخیص دادن، چجوریه با تشخیص 20% تونستن مسئله رو کنترل کنن؟ پس بنابراین مشخصه که این وضعیت کنترل نشده، یا به علت این هست که در شهرهای کوچیک آمار رو به رشد هست که ما نمیدونیم، یا اونها دسترسی به تست ندارن، یا مواردی که ارجاع داده شده درست نیست. در بررسی هایی که وجود داره، میزان در واقع حساسیت تست 30%، یعنی 70% از اون افرادی که مشکوک هم هستن و مراجعه میکنن بهشون میگن شما تستتون منفیه، و اینا برمیگردن خونه و خود اینها هر 3-5 روز 2-3 نفر رو آلوده میکنن. من تعجب میکنم چطوری اینها دارن مراکز رو باز میکنن، اماکن مذهبی رو باز میکنن. مگه شما یادتون نیست ما چرا یاد نمیگیریم از تجربه 3 ماه پیش، که هرچی کارشناسان گفتن که آقا قم تعطیل بشه یا در واقع مراکز مذهبیش تعطیل بشه، گوش داده نشد و همین باعث شد که صدها هزار نفر آلوده شدن. دوباره ما میخوایم برگردیم به سیاست اشتباه گذشته؟ مگه ما مثل در واقع دوران وسطا هستیم که حتما فرد باید حضور داشته باشه در عبادتگاه؟ خدای نکرده مگه بوته که باید پرستیده بشه؟ خدا در قلب به انسان هاست و اینها نیازی نداره که برن اون ذریعه حتما حضورم ببوسن. وزارت بهداشت گفته که یکی از دلایلی که آمار رسمی کمتر از آمار واقعی، همونطور که شما خودتون هم اشاره کردین، مسئله کم بودن تست هاست. ولی حتی به نظر میرسه که یک تلاشی هم هست برای اینکه کسایی رو در مدارک مرگشون، مدارک فوتشون بنویسن که بیماری دیگه ای داشتن یا بیماری های تنفسی داشتن. بله، ببینین، اگر اعلام میشه، خود وزارت بهداشت هم قبول داره که تست کم انجام میشه، یعنی مثلا 10,000 تا تست در روز انجام میشه، در صورتی که در یک شهری مثل نیویورک روزی 100,000 تست انجام میشه، حالا که دولت در واقع از صندوق ذخیره ارزی 1 میلیارد یورو گرفته، دیگه توجیهی نداره. به خاطر همین باید تعداد تست ها هر چه زودتر بیشتر بشه، مخصوصا در شهرستان ها. چون ما میدونیم که پیک از تهران شروع شد، از قم شروع شد و حالا شیفت کرده به شهرستان ها. به خاطر همین باید به صورت جانسی ظرفیت تست انجام دادن بالا بشه در شهرستان ها، و تا اونجایی که میدونیم ما حداقل اردیبهشت رو سعی کنیم مردم به کار بر نگردن. شما نگاه کنید، مثال سادهش اسپانیاست، مثال سادهش کشورهایی در اروپا هستن که با ما شروع کردن و الان با این که دارن به سمت کنترل پیش میرن، ولی همچنان 1 ماه تمدید کردن، یا خود آمریکا همینطور. خیلی ممنونم ازتون، کامیار علایی با ما.
آمار رسمی مبتلایان به کرونا در افغانستان به حدود 1000 نفر رسیده. تا به حال مرگ دست کم 32 نفر از مبتلایان هم تایید شده. وزارت صحت عامه گفته روزانه از 100 تا 200 نفر که اکثرشان وضعیت حاد دارند تست کرونا گرفته می شود. اما تایید کرده که کیت های آزمایش رو به اتمام است. این در حالی است که بعضی به آزمایش غیر ضروری از افراد صاحب نفوذ و نزدیکانشان معترضند و می گویند که کیت ها را باید برای کسانی نگه داشت که علائم بیماری دارند. نسرین نوا از کابل گزارش می دهد. شکایت برادر یکی از دکترهایی که هفته پیش در کابل به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جانش را از دست داد. او تأخیر در نتیجه آزمایش کرونا برادرش را عامل مرگ و ابتلای اعضای دیگر خانواده می داند. از برای خدا نتیجه آزمایش دکتر آریوبی 10 روز بعد آمد. چرا به ما حداقل یک زنگ نزدند؟ حالا 46 نفر از خانواده که همه در این آپارتمان زندگی میکنیم درگیر این ویروس شده. در شمال افغانستان فاریاب 10 فرد مشکوک به کرونا در بلا تکلیفی به دلیل نبود امکانات آزمایش. در اعتراض به طولانی شدن زمان اقامت و انجام نشدن آزمایش قصد ترک شفاخانه کردند. والی این ولایت میگوید نمونه ها به آزمایشگاه بلخ فرستاده شده، اما این آزمایشگاه به دلیل نبود کت تشخیصی از توقف کار خبر داده. آزمایش های غیر ضروری یکی از دلایل آن. تعداد زیادی کسا کارمندای بلند حکومتی و زورمندا هستند که تست هوسانه انجام میدن. خودشان جور و تیار هستند، از ما هم که تکله هستند، اینا تست هوسانه انجام میتن. دادخواهی ما یا تقاضای میمیست که اگر عدالت در اینجا به وجود بیاد، تستا تنها برای کسایی که علایم مصبی دارن و در بستر افتیدن و برای از اینا تست صورت بگیرن. روز گذشته گزارش هایی از دستور ریاست جمهوری به وزارت صحت برای انجام آزمایش کرونا از خانواده هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا منتشر شد که ارگ آن را تکذیب کرد، اما واکنش هایی را در پی داشت. زکی دریابی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز در صفحه توییتر خود نوشته که مسلمیار را چرخبال می دهند که خانه اش برود، حکم می دهد که خانواده اش را تست کنند. در قندهار، دایکندی و فاریاب مردم 2 هفته منتظر نتیجه آزمایش است. یک تن در دایکندی پیش از اینکه نتیجه آزمایشش مشخص شود جان داد. وزارت صحت نیز در 2 نشست خبری اخیر تحمیل فشار از سوی زورمندان را برای انجام تست تایید کرده، ولی از هیچ فرد مشخصی نام نگرفته. این را باید همه بپذیریم که در افغانستان فرهنگ زورگویی وجود دارد. از این چشم پوشی کرده نمیتوانیم که نفوذ این افراد در هر جاست. اما به شکل مجموعی نیست که فشار جمعی وارد کنند. از بافت اجتماعی معلوم است که اگر ما نادیده بگیریم، در واقع دروغ گفته ایم. هم زورمندان وجود دارد و هم زورگویی. همزمان با سیر سعودی آمار ابتلا، شکایت از عدم رسیدگی به افراد مشکوک و انجام نشدن تست به موقع به دلیل کمبود کت‌های تشخیصی این روزها اوج گرفته. وزارت صحت تایید کرده که با وجود کمک‌های جهانی فقط 3000 بسته تشخیص کامل دارد و تنها موارد عاجل تست می‌شود. موضوعی که در صورت ادامه جهش آمار نگرانی‌ها از نبود ظرفیت لازم را بالا می‌برد. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. دولت ایران از احتمال بازگشایی اماکن مذهبی 2 هفته زودتر از موعد قبلی به درخواست حوزه علمیه قم خبر داده. در ادامه اعتراض به استفاده از افراد پرنفوذ از تست های کرونا در افغانستان، منتقدان میگویند کیت های آزمایش باید برای کسانی حفظ شود که علائم بیماری دارند. در ادامه برنامه، چالش دولت گرجستان جلوگیری از شیوع کرونا با وجود ادامه مراسم مذهبی در کلیساها. در بسیاری از کشورها آمار روزانه مبتلایان و قربانیان کرونا رو به کاهش گذاشته، هرچند که در آمریکا و بریتانیا هنوز معلوم نیست که آیا بحران از اوجش گذشته یا نه. در کشورهایی که اوج بحران را پشت سر گذاشتن، کاهش محدودیت‌های رفت و آمد و کسب و کار حالا در دستور کار قرار گرفته. در آمریکا اما سخنان دونالد ترامپ در حمایت از مخالفان ادامه قرنطینه باعث تشدید اختلاف‌ها شده. کسری ناجی گزارش می‌دهد.
دیشب در موسکو جشن عید پاک مسیحیان ارتودکس در بزرگترین کلیسای شهر. کشیشان کلیسا اینجا مراسم را طبق معمول برگزار کردند، اما بدون حضور مردم و با فاصله از یکدیگر. امروز روسیه شاهد بزرگترین تعداد روزانه مبتلایان به ویروس کرونا بود، 21% بیشتر از دیروز. بیش از 100 نفر جانشان را از دست دادند. تعداد مبتلایان و مرگ و میرها با شدت رو به افزایش است. علی‌رغم دستور ماندن در خانه‌ها در مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیامی به مناسبت جشن عید پاک گفته است محدودیت‌های رفت و آمد و کسب و کار برای مبارزه با ویروس کرونا لازم است. او گفته به یاری خدا همه چیز به خیر خواهد گذشت. در سئول در کره جنوبی خبرها اما خوب است. تعداد مبتلایان روزانه یک رقمی شده برای اولین بار طی 2 ماه گذشته. 8 نفر دیروز. در سایه آزمایش های وسیع در سطح جامعه و ردگیری و جدا کردن مبتلایان، کره جنوبی که شاهد یکی از شدیدترین موارد شیوع بیماری کووید 19 بود، حالا میگوید کلیساها، بارها و ورزشگاه ها را باز خواهد کرد، به شرط حفظ فاصله اجتماعی. در بریتانیا اما وضع خوب نیست. تعداد مبتلایان و مرگ و میرها هنوز در سطحی بسیار بالاست و معلوم نیست که آیا این کشور اوج بحران را پشت سر گذاشته باشد، علی‌رغم منع رفت و آمدها و کسب و کار. امروز ساندی تایمز نوشته است که نتیجه تحقیقاتش نشان می‌دهد که دولت دست کم در 5 هفته اول شروع بحران به هشدارهای دانشمندان توجه نکرد، تا حدی که ممکن است به قیمت مرگ هزاران نفر تمام شده باشد. کمبودهای کیت‌های آزمایش، لباس‌های حفاظتی و دستگاه‌های تنفسی هم همچنان ادامه دارد. در آمریکا سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری در جامعه اختلاف انداخته است. این تظاهرات طرفداران او که به توصیه او برای مخالفت با مقررات منع رفت و آمد و کسب و کار به خیابان‌ها آمدند تا مخالفتشان را ابراز کنند. رئیس جمهوری آمریکا به فرمانداران ایالت ها، به خصوص آنها که دموکرات هستند، خورده گرفته بود که بی خود کسب و کار مردم را تعطیل کردند. این تظاهر کننده میگوید به نظر او دولت از شیوع ویروس سوء استفاده کرده، آن را بزرگ کرده، به ارقام اضافه کرده و مردم را به وحشت انداخته تا جایی که مردم اعتنایی به حق و حقوقشان نکنند. و این در ایتالیا، قطعی برای قهرمانان مبارزه با ویروس کرونا، کارکنان بیمارستان هم. از بالای بیمارستانی در شهر کرمونه. ایتالیا اوج بحران را پشت سر گذاشته و حالا مردم در انتظار تصمیم دولت هستند برای باز کردن تدریجی رفت و آمد و کسب و کار. در کشوری که ویروس کرونا 23 هزار کشته به جا گذاشته و نیمی از کارگران کشور را بیکار کرده. گزارش شده یک شرکت نزدیک به عربستان به دنبال خریدن باشگاه فوتبال نیوکاسل در شمال انگلستان است. مذاکرات اولیه صورت گرفته و انتظار می رود در این انتقال 300 میلیون پوند معادل 375 میلیون دلار جابجا شود. مدارکی هم برای تایید نهایی به سازمان لیگ برتر انگلستان فرستاده شده. این شرکت 2 سال پیش هم برای خریداری نیوکاسل یونایتد اقدام کرد، اما به نتیجه نرسید. خبرنگار ما پوریا ژافره اینجا در استودیو با ماست. پوریا، چی میدونیم از این باشگاهی که میخواد نیوکاسل رو بخره؟ شرکتی که میخواد نیوکاسل رو بخره اسمش هست پی سی پی کپیتال پارتنرز، ولی که مسئله مهمتر اینه که این شرکت پشتوانه اون چیزی که الان معروف شده به اسم صندوق سرمایه گذاری عمومی یا ملی عربستان سعودی رو پشت سر خودش داره که اون یک در واقع شرکت بزرگتریه زیر نظر شیخ سلمان ولیعهد عربستان سعودی و نزدیک به 320 میلیارد دلار ارزش داره. این قسمتی هست از
اون پروژه بزرگ 2030 و چشمانداز دورنمای اقتصادی که شیخ سلمان برای عوض کردن اقتصاد عربستان در نظر گرفته و این هم یک پروژه کوچیکیه در قسمت سرمایه گذاری ورزشی که عربستان میخواد انجام بده. این سرمایه گذاری ها اما سابقه داره، اولین بار نیست که کشورهای عرب خلیج فارس چنین خریدهایی رو میخوان انجام بده. درسته. نکته جالبش اینه که همین خانومی که رئیس این کمپانی پی سی پی کپیتال هستش دقیقاً سال 2008 یعنی 12 سال پیش کمک کرد که باشگاه منچستر سیتی رو خانواده سلطنتی ابوظبی، در واقع پسر نخست وزیر فکر می‌کنم، نخست وزیر که میشه حاکم ابوظبی، بیاد در اختیار بگیره و همونطور که اشاره کردید مدل‌های دیگه‌ش هم بوده، دیدیم که تو پاری سن ژرمن هم کسی که نزدیک هستش به حکومت قطر اومده، ناصر الخلیفه کمپانی بین اسپورت رو هم داره که قسمت ورزشی تلویزیون الجزیره هست، پاری سن ژرمن رو به وقت اون تونستن خریداری بکنن و عربستان داره سعی میکنه که در واقع دنبال روی کارهایی باشه که در امارات و قطر قبلا انجام شده و قسمتی از این هم میتونه همین خریدن باشگاه نیوکاسل باشه. اما این شرکت خیلی باشگاه نیوکاسل براش مهمه و چشش دنبال اینه، دو سال پیش هم دنبال همین باشگاه بود. نکته جالب اینجا برمیگرده به نیوکاسل، به خاطر اینکه توی انگلستان کسی که مالک نیوکاسل هست مایک اشلی، یک سرمایه‌دار معروفه که کمپانی اسپورتس دایرکت داره، همینطور دبن هامز رو در اختیار گرفته، هاوس آف فریزر رو در اختیار گرفته، بسیاری از شرکت‌های گنده رو در اختیار گرفته و مسئله‌اش اینه که این آقای اشلی به خاطر اینکه اهل لندن هست خیلی اونجا توی نیوکاسل چیز نداره، طرفدار نداره و مردم اونجا خیلی خوششون نمیاد از مایک اشلی و میگن که جوری که با باشگاه رفتار می‌کنه انگار که هیچ عشق و علاقه‌ای نمی‌ذاره توی باشگاه و فقط مثل یک سوپرمارکت داره رفتار میکنه باهاش. بنابراین چند سال پیش هم اومده بود گفته بود که دوست داره که باشگاه بفروشه. طرفدارا خوشحال خواهند بود اگه آقای اشلی بفروشه. نیوکاسل در واقع قبلا تیم بزرگی بود تو انگلیس، میتونه دوباره تبدیل به یه تیم بزرگ بشه، ولی که مسئله اینه که دو سال پیش وقتی که با هم دیگه صحبت کردن در پایان گفتگوها مایک اشلی گفتش که وقتمو تلف کردن، اما این بار چون همچین پول بزرگی از طرف عربستان پشت این شرکته قاعدتا باید انتقال انجام بشه. خیلی ممنونم از پوریا ژافره با ما. میلیون ها مسیحی ارتدوکس این روزها با وجود محدودیت های شدید به خاطر کرونا مراسم عید پاک برگزار می کنند. مقام ها در کشورهای اروپایی، خاورمیانه و آفریقا از مردم خواستند تا در این مراسم شرکت نکنند. اما در گرجستان رهبران ارتدوکس بر سر باز نگه داشتن کلیساها با دولت به شدت اختلاف دارند. آنها حتی در مراسم عشای ربانی برای دادن نان و شراب از یک قاشق مشترک برای همه شرکت کنندگان استفاده می کنند. ریحان دیمیتری گزارش می‌دهد. مراسم عشای ربانی در بحبوحه شروع کرونا و خوردن نان و شراب با قاشق مشترک. کلیسای ارتدوکس گرجستان علارغم هشدارها در مورد خطر گسترش کرونا تغییر این مراسم مقدس را به شدت رد کرده. این زن میگوید با چنان اعتقاد و ایمانی به این مراسم آمده که هیچ گونه تردیدی در مورد شرکت در آن ندارد. طبق قوانین اضطراری وضع شده در گرجستان، تجمع بیش از 3 نفر ممنوع است. یک شنبه گذشته در این کلیسای جامع هیچ پلیسی برای نظارت نبود. این علامت ها فاصله رو نشون میدن که مردم باید رعایت کنن، اما متاسفانه نه داخل و نه خارج از این کلیسا توجهی به این قوانین نمیشه. داخل کلیسا نمازگزاران شمایل مقدس را میبوسند. هیچ گونه ضد عفونی هم انجام نمیشود. بعضی فاصله را رعایت میکنند، اما با وجود جمعیت زیاد حتی در ساختمانی به این بزرگی هم رعایت فاصله سخت است. ایلیای دوم رهبر کلیسای گرجستان تاکید کرده که مراسم عید پاک باید برگزار شود.
این ویدئوی تبلیغاتی پلیس را در حال صدور جریمه‌های سنگین نشان می‌دهد برای کسانی که مقررات وضعیت اضطراری را رعایت نمی‌کنند. بسیاری سوال می‌کنند که چرا مقام‌ها کلیسا را جریمه نمی‌کنند. اونها معتقدند که کلیسا یک متحد سیاسی اصلیه که نمیشه منزویش کرد. این مقام ها 8 سال پیش به خاطر حمایت گسترده کلیسا به قدرت رسیدن. نخست وزیر گرجستان میگوید دولتش تلاش کرده تعادل را برقرار کند. کلیسا میگوید با باز نگه داشتن درهایش سعی دارد به مردم آرامش روحی بدهد. اما با بالا رفتن آمار ابتلا به کرونا، مقام‌های بهداشت کشور از مردم می‌خواهند به خاطر کشورشان قوانین را رعایت کنند. ریحان دیمیتری، بی بی سی نیوز، تبیلیسی. گروهی از مشهورترین چهره‌های موسیقی جهان در اقدامی هماهنگ با اجراهای آنلاین از کارکنان بهداشت و درمان تشکر کردند. لیدی گاگا، پل مک‌کارتنی و رولینگ استونز از جمله این هنرمندان بودند. برنامه را با بخشی از این اجراها به پایان می‌بریم. Your grace.